خب بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان عزیزم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. خیلی سال پیش در نجف یک مریضی اومد که فراگیر شد، اپیدمی شد. اتب با اون زمان اعلام کردن که دوای این درد آب لیموی شیرازیه، اطبای قدیم، که مثلا با عسل قاطی کنن، با چی قاطی کنن، میل کنن و این مریضی رو دفع میکنن. حالا مریضیش چی بود که این داروش بود، اینو من نمیدونم. طبیعتا مردم هم هجوم آوردن به عطاری ها و خلاصه دنبال این بودن که دوای دردشون رو بتونن تهیه بکنن. آب لیموی شیرازی نمیدونم شکلشو دیدین چجوریه، یه مقدار اولا خوب ترشه و یه مقدار هم رنگش به سفیدی میزنه، سبز، که یه مقدار رنگش به سبز، نمیدونم چجوری بگم، میگم سبز یواشه یه جوری. خلاصه یکی از این عطاری ها وقتی هجوم مردم رو دید، این آب لیمو شیرازی داشت، اوائل شروع کرد دوغ رو به این اضافه میکرد، دوغ ترش میگرفت اضافه میکرد به آب لیمو و میفروخ و خلاصه یک بیزینس جذابی درست کرده بود از درد مردم. میگن دیگه آخریا کار به اینجا رسیده بود که توی دوغ آب لیمو میریخ و میفروخ. حالا جذاب همی که مردم میخوردن خوب میشدن، کاری به اونش ندارم. خلاصه وضعی به هم زد، از این داستان گذشت و چند سال بعد این بنده خدای مریضی گرفت که دکترها نتونستن بفهمن دردش چیه. یه بزرگی گفته بود من روز آخر عمرش رفتم عیادتش، دیدم که خلاصه به یه حال بدی افتاده، همه زندگی رو هم فروخته برای دوا و خلاصه دارو شد، افاقم نکرده. میگه یه تشت مسی کنار دستش بود، به پسرش گفت از تمام چیزی که تون گرفتاری به دست آوردم، ملت فهم کنه من کرونا گرفتم، ای سرفه میکنه، گفت از همه اون دارایی فقط همین تشت مسی مونده، همش رو فروختم، خرج دردم کردم و دردم خوب نشد. به پسرش گفته ببینم بفروش، نمیدونم فلان دارو رو بگیر، ببینیم یا میمیریم یا میمونیم. من تازه میگم اونایی که توی دنیا و در عالم دنیا با نتیجه اعمالشون روبرو میشن، اینا خیلی مثلا به نفعشونه که تو همین دنیا با نتیجه عملش روبرو میشه، تنفر پیدا میکنه نسبت به اون بدی که داشته و از درون پشیمون میشه نسبت به اون زیاده خواهی که داشته. وای به حال کسی که تو دنیا بیدار نشه. من نمیدونم عوالم دیگه شرایطش چجوریه، ولی فکر میکنم که نباید فرصت دنیا رو از دست بدیم. این داستانی که توی حالا شاید اصلا اینی که گفتم یه داستان باشه ها، یعنی یک افسانه باشه، با اینکه من از اون بزرگی که اینو دریافت کردم خلاصه احتمال قوی میدم که واقعیت داستانه، ولی اصلا ایناش مهم نیست، مهم اون درسیه که تو این مطلب هست که واقعا درد مردم رو تبدیل به بیزینس نکنیم. توی حقیقت اسلام ارتزاق از دو علم حرامه. مجبورم بگم حقیقت اسلام، چون بین ما مسلمان ها از اسلام یه وقتایی بویی هم به مشام نمیرسه، و اون دو علمی که ارتزاق بهش حرامه، یکی علم دینه، یکی علم طبه، علم الادیان، علم الابدان. ارتزاق بهش حرامه، ما نباید از درد مردم نون بخوریم، از اون ورم از دین مردم هم نباید نون بخوریم. و من فکر میکنم ما از دین مردم نون خوردیم که یه عده الان دارن از درد مردم نون میخورن، که شما مثلا تو این بیماری که حالا
ویروسی که منتشر شده توی شهر قم هم توی ایران مرکزش میدونن. امروز هم وزیر بهداشت گفته که توی تهران و یکی از شهرهای شمالی کشورم که مبتلا به این ویروس پیدا شده سابقه سفر به قم داشتن، یعنی مرکز این ویروس در ایران در شهر قمه. خب من نمیخوام راجبش بحث تخصصی، تخصص من نیست، باید گوشمون خلاصه به متخصصین واقعی باشه، شایعات هم بهش گوش نکنیم و کسی هم میخواد مطلبی منتشر بکنه خیلی باید با دقت منبعش رو ببینه، منبعش درست باشه، ترس ایجاد نکنه تو مردم، از اون برم خیال مردم علکی راحت نکنه که یه وقت خدای نکرده مبتلا بشن. ولی راه های مختلف جلوگیریش که گفتن، یه دونش اینه که تو مجامع عمومی قرار میگیرن ماسک بزنن مردم، یا اینکه مثلا از بیرون میان دستاشون رو بشورن، چون که مثلا ظاهرا میگن از طریق پوستم منتقل میشه و روی بدن و اینا. حالا اوناش دیگه حتما این چند روزه اطباء توضیح دادن، گوش دادین. ولی میخوام بگم یعنی یه راه جلوگیری، یک راهیه که حداقل یه آرامش روانی به انسان میده. بعد شما یه دفعه اینو قیمتشو چند برابر بکنی، این منصفانه نیست. غیر از این که خب ناظرها کجان؟ این اختلاس اعتماد عمومیه، این از اختلاس بانک بدتره. یعنی مردم احساس بیپناهی میکنن، ما احساس میکنیم هیچکی به فکرمون نیست، ولمون کردن که طرف میتونه تو داروخونه تو یه روز یه دفعه قیمتی رو 3 برابر 4 برابر به دیگران بفروشه. این خیلی خطرناکه، این خیلی چیز عجیبیه. حالا من کاری به جنبه های انسانیش نه که خیلی بی وجدان باید باشه که این کارو بکنه، ولی این اتفاق میفته و اعتماد عمومی لطمه میخوره و ما احساس میکنیم که خدای نکرده ما فرصت پیدا نکردیم که ندریدیم دیگران، اگه فرصت پیدا بکنیم این اتفاق واسه ما میفته. وسط همه این دعواها میخوام بگم که قطعا این عالم یه خدایی داره و قطعا ما یه روزی یه جایی مقابل خودمون میشینیم، به کارهامون فکر میکنیم، این شلوغی ها تموم میشه، این بازی ها تموم میشه، با حقیقت خودمون روبرو میشیم. امیدوارم که از دیدن حقیقت خودمون حالمون بد نشه، تو کما نریم. اون جهنمی که میگن یه جور تو کما رفتنه، طرف یه جوری مشغول کثافت خودش میشه که نمیتونه سر بلند کنه. نمیدونم تا حالا براتون پیش اومده مثلا نمیتونیم ازش فرار کنیم. اونه وقتی خودمون رو میبینیم که من بودم اینقدر درنده که گرگ ها باید جلوی من لنگ بندازن، که درنده های عالم باید جلوی من لنگ بندازن که من چیکار کردم، هر مقدارم ندریدم نتونستم، نه که نخواستم. حرفم تموم. خواستم بگم که یه مقدار با هم مهربون باشیم. ما نباید طبیعتا اینجوری باشیم، ملتی که سرمایه های معنویش دیوان حافظ، گلستان و بوستان سعدی، شاهنامه فردوسی، خلاصه کلی غزلیات داره، رباعیات داره، مولانا داره، شمس داره، عطار داره، بابا طاهر داره، اینا تو حالا ادبیاتش، این همه آدم بزرگ داره، انسانهای فرهیخته داره، نمیتونه عاقبتش این باشه، نمیتونه انقدر نامهربون باشه، انقدر سودجو باشه، انقدر بیرحم باشه، نمیشه. اون سرمایه نمیتونه یه همچی ثمری داشته باشه. ما یه جایی سرمایه‌مونو گم کردیم، یه جایی ارث پدریمون در معنویات جا مونده. امیدوارم که برگردیم به اصل خودمون و پاسدار اون ارث معنوی باشیم،
یه جوری زندگی میکردیم که زمستونا کرسی میذاشتن، همه خانواده دور کرسی میشستن و از مهربونی برای هم شعر میخوندن. من یکی از آرزوهام توی عمرم اینه که یه روزی بتونم زبان ترکی رو کامل بلد بشم، یاد بگیرم، چون حالا محارم ما بلدن، زبانشون زبان ترکیه، و بتونم بابا طاهر، بتونم حیدر بابای شهریار رو بخونم. اون لذتی که ترکا میبرن وقتی این شعر رو میخونن، اون لذت رو درک کنم که این شعر چی داره توش، که اینجوری اشکای اینا جاری میشه، انگار که دوتا چشمه تو صورت هر کسی در میاد که باب میاد و حیدر بابا رو میخونه. میخوام بگم این سرمایه ها رو ما داریم، اینا رو نباید دست بدیم. ویروس کرونا یک بحرانه که باید با تدبیر و با همدلی و کنار هم بودن ازش عبور بکنیم. خیلی هم معطل دیگران وای نستیم، منجی ما خودمونیم. مسئولین رو هم من دعا میکنم، امیدوارم که خدا بهشون غیرت بده، بهشون توفیق بده، چه میدونم بیدارشن، بدونن دارن چی کار میکنن، کمک مردم باشن، کنار مردم باشن و خودمونم کنار هم باشیم. خیلی مواظب سالخورده ها باشیم. تو کشورهایی که خیلی پیشرفتن و تمام داروهای ضد ویروسی هست، شرایط استاندارده، با این حال بیشترین کسایی که از بین رفتن سنین بالایی بودن که کرونا گرفتن، بچه هایی که مثلا نوزاد نیستن یا مثلا تا زیر 40 سال. توی شرایط ایدئال، تو شرایط استاندارد کمتر آسیب دیدن. ما شرایطمون استاندارد نیست، امکانات اونا رو هم نداریم. خیلی بیشتر باید مواظب پیر مردها و پیر زنها باشیم، تا جایی که میشه کمکشون بکنیم که تو خونهشون باشن، تو محیط بیرون نیان، مجبور نشن برای لوازم عادی زندگیشون از خونه خارج بشن. شوخی نگیریم این داستانو، واقعا چیزی نیست که ازش طنز درست بکنیم و یه مقدار نسبت بهش بی توجه بشیم. میدونم نه ترس زیادی تو این قضیه درسته، نه بی خیالی زیادی درسته، ولی مواظب سالخورده ها باشیم و احتیاط رعایت بکنیم. وسایل ضد عفونی کننده بهشون برسونیم. اگه پدر مادر پیری داریم یا پدر بزرگ مادر بزرگ پیری داریم، من خودم حاضرم واقعا توی شهر قم اگه کسی نیاز داره نمیتونه، من حاضرم شخص خودم حاضرم بیام این کارو بکنم، بریم خونه هاشون رو ضد عفونی کنیم. اینا ناتوانن، سرویس بهداشتی، حمام نمیتونن خوب تمیز بکنن، باید ضد عفونی بشه کامل، بریم اونا رو ضد عفونی بکنیم، وسایل ضد عفونی در اختیارشون قرار بدیم و تلاش بکنیم که انشالله این بحرانی که ممکنه عزیزان ما رو از ما بگیره، یه کاری بکنه که تو دل هم عزیز بشیم، بیشتر کنار هم باشیم و بتونیم انشالله این بحران رو هم پشت سر بذاریم. سال عجیب غریبیه دیگه، من نمیدونم دیگه چه بلایی قرار سرمون بیاد، نمیدونم، ولی امیدوارم که کنار هم بودن از دست ندیم. قربون همتون بچه ها. اگه خدا توفیق بده جلسه پرسش و پاسخ رو به صورت اینترنتی امشب برگزار میکنیم که هیئت تعطیل نشه. خیلی ها اونجا زحمت کشیدن اون جلسه باشه، ما به خاطر این شیوع کرونا مجبور شدیم جلسه رو تعطیل کنیم، چون بچه ها شهرستان میومدن، نمیخواستیم که به سلامتشون آسیب بزنیم. به چند هفته ای فکر میکنم مجبوریم به صورت اینترنتی در خدمتون باشیم. دعا کنیم لایو صفحمون باز بشه دیگه، بتونیم قشنگ تر خدمتون باشیم. قربون شما برم، فداتون. امشب ببینیم همدیگر. آبا من گفتم بوست.